با سلام و درود خدمت بینندگان عزیز، خدا رو شکر میکنم برای وجود تک تک شما. شمایی که آزاد هستید و نه اسیر، شمایی که حق انتخاب دارید. من ژیلبرت هستم و در این برنامه میخواییم با هم دیگه در مورد این حق انتخاب بیشتر صحبت بکنیم و به یاد بیاریم که تصمیمات ما، تصمیم گیری ما میتونه خیلی وقتا با خودش مسئولیت و بار سنگینی داشته باشه. پس مواظب باشیم که چه تصمیمی میگیریم. خیلی هایی هستن که در واقع زندگی خودشون رو فقط محصول شرایط میدونن. میگن ببین ژیلبرت، شرایط زندگی من اینطوری بوده پس من اینطوری هستم، و حتی تصمیماتی که من گرفتم به خاطر شرایط بوده، شرایط بد بود منم تصمیم گرفتم دیگه که اینجوری بشه و انتخاب دیگه ای نداشتم، گزینه دیگه ای وجود نداشت. گرچه خیلی از وقتا میتونه این درست باشه، ولی اکثر اوقات شرایط نتیجه تصمیمات ما هستن و نه لازمه تصمیم. خیلی وقتا تصمیم گیری ما باعث میشه که شرایطی به وجود بیاد در زندگی ما که در واقع ما رو اسیر خودش میکنه، و برای همین است که من خیلی دوست دارم که در این برنامه به یاد بیاریم تثنیه باب 30 رو که خود خداوند گفت ببینید این حیات، این مرگه، شما کدوم رو میخوای، این یا اون؟ اسم برنامه ما هم همین هست، این یا اون. بیایید با هم دیگه بریم سراغ پیمان عزیز، پیمانی که خداوند برکتش داده، کار داره، شغلی داره، خانواده داره، زن و بچه داره، ولی با این وجود وسوسه همیشه هست، و ببینیم پیمان چه واکنشی نسبت به این وسوسه ها نشون میده. من دارم میرم. آخه بابا بستنی میخوام. خب نظرتون چیه ما از کار بیام بریم با هم بستنی بخوریم هممون؟ ها؟ آخ جون عالی؟ بودیم بریم. خداحافظ. خداحافظ. آره. آقا تو کجایی اصلا پیدات نیست؟ یعنی شما رفتی که دیگه با ما زنگ بزنی دیگه؟ من نیستم با خودت. نه عزیزم، شما داری سفسطه میکنی، من میدونم شما اومدی اینجا با ما تخته بازی کردی باختی، الان من تقلب کردم. آقا راستی، خیلی خوب، آره باشه باشه، حالا حرف میزنیم راجبش. آقا شما این کامپیوتراتون رو کجا میدین درست میکنم؟ با بیچاره کرده این لپتاپ منو، یعنی اصلا هر روز یه ایراد جدید داره. نه واقعا جدن قیمتش خوبه؟ یه دقیقه گوشی. یه سوال داشتم جان. بگم نگاه کنین اینجا این رقم ها یه جا اینجا جمع‌بندی رو 13,000 زده، اینجا 15,000. من نمیدونم کدوم رو باید محاسبه کنم برای شما. نگاه کنی میبینی اینا مال این ماهه، اینا مال ماه پیش. اینا مال ماه پیشه؟ ندیدم. الو خب خب بعدش بعد چجوری؟ آقا یه مشکل بزرگتر پیش اومد، اجازه بدون من اون رو حل کنم. باش پس زنگ بزن. خدا بس ببخشید. نه بابا جان، از کجا فهمیدین که این مال ماه قبله؟ شما دقت نمی کنی. ببین سادم بردوشه. نه واقعا شما اینجا رو به نگاه میکنی، اینا تاریخ های ورودی کالاست، اینا تاریخ های خروجی کالاست. آها خب بعد ما تاریخ‌های خروجی رو حساب میکنیم. بله. آها خب پس این میشه در واقع. کافی بوده بیشتر توضیح بدم؟ حالا بیشتر توضیح بدین که بعد نیست. شما فکر کنم خسته این، رو میزتون هم که نه کافی هست نه چیزی. نمیارم برامون، نمیارم کافی. چه میتونم بر من که میارن، ولی خب کافی اینجا شما خوششانسیم برای تو میارن، برای من نمیارن. چه میتونم، چه خبر دیگه؟ بلو سلامتی، شما چه خبر؟ کار سر چیزا شلوغ دیگه مثل همیشه. اتفاقا این سر کوچه یه کافی شاپ هست، این همکارای ما بعضیشون با هم دیگه میرن. اون حساب کتابای کارا هم خوب انجام میدن. من هیچ وقت نرفتم اونجا. شما رفتین؟ من خیلی دوست دارم برم، یه بار رفتم ولی خب تنهایی که من نمیده. آره. دوست داریم بریم با هم کافی شاپ؟ آره چرا که نه؟ خیلی خوب میشه. وقت داری امروز بریم بعد از کار؟
دیگه خسته داره؟ من شما خسته ایم، منم که اصلا قاطی کردم. اولا یه کافی میخوریم هم من سرحال میشم و اینه حساب کتابه شرکت هم میمونه دیگه. خیلی خوبه. پس بعد از کار تو پارکینگ میبینم. پس تو پارکینگ ساعت 5. 5. اوکی. عالی. تا موقع. الو پیمان. الو کتی. خوبی؟ من امروز یه مقدار کارم طول میکشه، نمیتونم به شام برسم. آره دیگه دیرتر میام. خب چه کاریه که بعد الان تا دیر وقت بمونی؟ حالا من که مهم نیست، به بچه ها قول دادی. خب بهشون بگو، بگو بابا کار داره، فردا میره. عزیزم دست من که نیست که چجوری کار میکنم. باش باش، خیلی خوب میبینم. شما شام بخوری. خدا بزن. مطمئنم که همه ما میدونیم که پیمان تصمیم اشتباهی گرفت و نباید بله میگفت به این قهوه، نباید گوشی رو اصلا قطع میکرد وقتی با دوستش صحبت میکرد. خیلی وقتا میدونید تصمیمات بسیار ظریف و کوچیک ما هست که میتونه نتایج خیلی بزرگی داشته باشه. البته فعلا نتیجه نداده، ببینیم چی میشه، ولی اکثر اوقات خیلی واضح هست که ما در چه راهی، در چه مسیری قرار گرفتیم. کلام خدا در یعقوب باب 1 میگه انسان وقتی دچار وسوسه میشود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد، در نتیجه شهوت آبستن میشود و گناه را تولید میکند و وقتی گناه کاملا رشد کند باعث مرگ میشود. ببینید این همون چیزی است که گفتم که ما تقریبا همه ما فکر میکنم میتونیم ببینیم که این جاده به کجا تمام میشه. این وسوسه‌ای که اومد جذبش شد، پیمان عزیز جذب این دختر شد. شاید کمبودهایی داشت در ازدواج خودش، مسلما دیدیم که خود مشکل داره انگار با خانومش، و شاید به خاطر این است که جذب این خانم شد، همکارش شد. و میدونید اکثر اوقات با قهوه تمام نمیشه، با قهوه شروع میشه، با قهوه تمام نمیشه. این قهوه معمولا ادامه پیدا میکنه با خیلی چیزهای دیگه، نهار و شام و بستنی و غیره و ذالک، و جایی که تمام میشه همین جایی است که کلام خدا گفت معمولا مرگ هست. و کلام خدا باز در امثال 5 میگه که هستن افرادی که، زنانی که میگه چرب زبان هستن و سخنانشون مثل عسل شیرینه، ولی عاقبت جز تلخی و درد چیزی برای تو باقی نمیگذارد. بعد میگه از اونها دوری بکن، مواظب باش. پس بیایید همه ما مواظب باشیم، ولی ببینیم که چه اتفاق میفته برای پیمان عزیز. قید کردیم. بسه ببینم کیم. الو پیمان چطوری؟ آره با بچه اومدیم خرید، الان داریم میریم به سمت خونه. چی؟ بابا دوباره؟
الو پیمان، چطوری؟ بازم؟ بابا هر شب هر شب، من دیگه اصلا نمیدونم جواب بچه ها رو چی باید بدم. اصلا برو، خداحافظ. دوستان عزیز، خیلی واضح بود که این جاده و این مسیر ادامه پیدا میکرد و خیلی واضحه که به کجا تمام میشه. باز میخوام بگم که خیلی وقتا ما از همون اول میتونیم ببینیم که آخر به کجا میره. پس بیاید از همون اول از ریشه بکنیم و اجازه ندیم که این بزرگ بشه و میوه بده. در غلاطیان 5 خیلی واضح در مورد میوه صحبت میکنه که این دانه‌ای که کاشته شده، که دانه کلام هست، وقتی که رشد میکنه میوه میده. میوه محبت، خوشی، سلامتی، حل، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پریزگاری، زیباست، عالیه، بله. ولی آیات بعدیش میگه که یه دانه دیگه هم هست که کاشته میشه که از خداوند نیست و وقتی اون رشد میکنه و میوه میده، میوه‌هاش هم جالب نیست و معمولا با خشم و عصبانیت و جدایی و طلاق و مشکلات دیگه مواجه میشه این درختی که میوه داده و میوه‌هاش خوب نیست. ما کدوم میخواییم؟ این یا اون؟ بیایید ادامه بدیم در داستان پیمان، ببینیم به کجا میانجام. الو پیمان، چطوری؟ خب هیچی، خونه. بابا این چه کاریه؟ هر شب هر شب هی باید اضافه کار بمونم، بیشتر بمونم، فقط هم تو باید بمونی. خب یعنی چی آخه؟ میدونی بچه ها چقدر دلشون تنگ شده؟ خب نمیشه که اینطوری. فقط هی زنگ میزنی میگی نمیتونم بیام، نمیتونم بیام. خونه زندگی داری مثلا؟ خب یعنی که چی؟ فقط تو باید اونجا بمونی، فقط تو باید اونجا کار بکنی. شرکت چی هست اصلا؟ خیلی خب، دیگه نمیخواد توضیح بدی اصلا، خداحافظ. خب بچه شو خیلی خنده داره. از سینما اومدیم خوب. و ترانه آشپزیش افتضاحه. چطور؟ یعنی میره حتی کلاس آشپزی میره که مثلا نظره بهتر شد، بیشتر دوست پسرشه، مرد غذای بد خورد، ولی عوضش دستوخت من نخوردی هنوز. خوبه؟ با این لازانیا میپزم، انگشتاتم میریز. تو لازانیا میپزی؟ یعنی این همه مدت تو لازانیا میپزی با وقت رفتی با من قهوه خوردی؟ خب من میمیرم واسه لازانیا. پایی؟ آره. خب امشب بیا خونه ما، شام برات لازانیا میپزم. خیلی خوب، پس امشب خونه تو. بزرگتش. میدونید یکی از خصوصیت گناه اینه که خیلی ساده خودش رو شاید نشون بده اول، ولی به هیچ وجه ساده نیست. شاید خودشو خیلی تمیز و پاک نشون بده ولی پاک نیست. شاید خودشو خیلی راحت نشون بده ولی اصلا راحت نیست. ناراحته، سخته. و میدونید برای همینه که گناه همیشه ما رو به جایی میبره که ما نمیخوایم بریم، ولی اولش نمیبینیم. چرا؟ چون که ما رو گول زد. و یکی از دروغهای شیطان که از گناه و از وسوسه ها استفاده میکنه همینه که اولش خودشو خیلی قشنگ نشون میده، مثل همون میوهی که به دید هوا خیلی قشنگ دیده شد. میدونید یکی از خصوصیات دیگه گناه این است که همیشه رشد میکنه. یعنی با یه دروغ شاید شروع بکنید ولی با یه دروغ تمام نمیشه، با یه قهوه هم طور که گفتم شاید شروع بشه ولی با یه قهوه تمام نمیشه. میبینید که چقدر الان پیمان با این خانم صمیمی شد، اصلا اینجوری نبود ها. و همون اول در دفتری که بود و داشت با تلفن صحبت میکرد، تو همون دفتر وقتی خانم اومد میتونست یه جور دیگه برخورد بکنه که اجازه نده به این خانم که صمیمی‌تر بشه، اجازه نده به گناه که صمیمی‌تر بشه.
میدونید خیلی وقتا ما فقط به امیال نفسانی خودمون فکر میکنیم و به اراده خدا فکر نمیکنیم و فکر میکنیم که ببین من الان این کمبود رو دارم، من میخوام خوشحال بشم، پس این خانم الان منو خوشحال میکنه. من یک کمبودی دارم، خانم خود من ارزش رو نداره این کمبود من رو برطرف بکنه، پس این یکی میتونه، پس من اینو انتخاب میکنم. و داریم لحظه ای نگاه میکنیم. بیایید از لحظه نگاه کردن آزاد بشیم و دور رو ببینیم. شاید اصلا لازم نباشه ببینیم که چه اتفاقی افتاد برای پیمان و خانوادهش. مطمئنا همه ما میدونیم که این آخرش به کجا میره، ولی بیایید با هم دیگه خیلی کوتاه نگاه بکنیم و بعد ادامه بدیم. متاسفانه چیزی که دیدیم فقط یک فیلم نیست، فقط جلوی لنز و دوربین نیست، فقط در تلویزیون اتفاق نمیفته، بلکه در خونه ها، خانواده ها، جلوی بچه ها، جلوی چشم خودتون اتفاق میفته و میتونه یکی از واقعیت های زندگی شما بشه اگه مواظب نباشید. میدونید خیلی ها فکر میکنن که من در حال حاضر خوشحالم، حالا به این وسوسه بله گفتم، ولی حالا چی شد؟ یه قهوه خوردیم. باید بدونیم که با یه قهوه تمام نمیشه، به جای دیگه میکشه، با لازانیا تمام میشه. باید بدونیم که اگه الان در کوتاه مدت شاید خوشحال هستیم، بدونیم که دراز مدت احتمالش خیلی زیاده که خطرناکه و خوشحال نخواهیم بود و این مرگ رو برای ما میاره و ما نمیخوایم مرگ رو انتخاب بکنیم. تثنیه 30 میگه حیات رو، زندگی رو انتخاب بکنید. این یا اون، من اینو میخوام. از همون اول در فکر اون با تصمیم بگیریم. من یادم وقتی که جوان بودم و ازدواج نکرده بودم، وسوسه ها همیشه بود، ولی اومدم آمریکا مسلما وسوسه ها خیلی بیشتر بود، ولی همیشه توی فکرم تصمیم گرفته بودم که اگه وسوسه به نهایتش برسه، من مثل یوسف در عهد عتیق، در پیدایش میخونیم در موردش، کاری که با زن فوتیفار کرد که اصلا فرار کرد از دستش، رفت باش بحث نکرد، منم همین کار رو خواهم کرد. و در دانشگاه که بودم 25 سالم بود، یک دختر خیلی خوشگلی بود اومد جلو و نخ داد، چه نخی، و دیگه خودش رو داشت مینداخت روی من و من ایشونو هول دادم ناخودآگاه، چون که همیشه این فکر رو کرده بودم که تصمیم من برای قدوسیته، نه برای اون کوتاه مدتی که شاید خیلی هم خوش بگذره، هیچ کس هم نفهمه که چیکار کردی، ولی خدا میفهمه و خودت میفهمی و دراز مدت چقدر میتونه ضرر داشته باشه. پس من بدون حتی اینکه فکر بکنم ایشونو هول دادم، ایشونم خورد زمین و من رفتم. چند نفر که شنیدن و دیدن حتی اونجا بودن شروع کردن به خندیدن، خیلی تعجب کردن که این چیکار کرد، چرا این دختر که خیلی خوشگله. و این صحبت توی دانشگاه ما پیچید که جیلبرت همجنس بازه، همجنس گراه، و برای همینه که این دختر به این خوشگلی اومد نخ داد، حتی اومد میخواست ببوسد جیلبرت، گذاشت رفت، اصلا هولش داد این با صورت خود زمین، این دیگه کیه، بدبخت. و خیلی خیلی اومده به خود من گفتن جیلبرت چرا نمیفهمیم چرا، و هیچ وقت نفهمیدن. ولی کلام خدا در رومیان 12 میگه به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید. یعنی اگه زندگیت میخواد تبدیل بیابه از اینجا شروع میشه، باید تصمیم بگیری. حتی قبل از ازدواج من این تصمیم گرفته بودم، حتی وقتی با خانمم ازدواج کردیم، همیشه با هم، نه همیشه، چند بار بود با هم صحبت کردیم، من گفتم آنی میخوام این سوال خیلی 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 عجیبی بپرسم. بیا تصور بکنیم چند سال گذشته، 10-20 سال ازدواج کردیم، حالا در مثلا شرایط خوبی نیستیم، همدیگر رو اونقدر دوست نداریم، حالا مشکلات بین ما هست، حلش هم نکردیم، و بعد سر کارم یه پسری هست که شاید کمبودای تو رو میتونه پر بکنه، چی کار میکنی؟ و من هم شاید مثلا از یه دختری، از یه خانمی خوش آمده، این اتفاق میفته، میتونه برای همه ما بیفته. بیاید خیلی واقعی به این قضایا نگاه بکنیم. خانم من میگفت جیبه تو خیلی سوالات عجیبی، آخه الان ما تازه ازدواج کردیم، یعنی چی؟ و میگفتم نه اینجا رو میخوام آماده بکنیم، چی کار میکنیم؟ بعد گفت ببین من بعد از فکر کردن گفت من از کار میام بیرون، چون میدونم که شاید خطرناکه، اگه میگی خطرناکه، پس من از کار میام بیرون، بهتم نمیگم برای چی اومدم بیرون که تو فکر کنی منو بیرون کردم، ولی از کار میام بیرون که گناهی چیزی وارد نشه. منم میگفتم منم دقیقا همون کارو میکنم. خیلی شاید عجیب باشه، ولی باز میخوام بگم بیاید در فکرمون ما قدوس باشیم و بدونیم که چه تصمیمی میخوایم بگیریم. کلام خدا در اول پتروس
باب 1 میگه چون فرزندانی مطیع دیگر مگذارید امیال دوران جهالت به زندگیتان شکل دهد. بعد میگه قدوس باشید، مقدس باشید، همونطور که خداوند شما قدوس هست. بعد افرادی هستن که فکر میکنن که این اتفاق هیچ وقت برای من نمیفته، مثل منی که موتور خریدم فکر میکردم که همه تصادف میکنم، من تصادف نخواهم کرد، ولی تصادف کردم. تو بیمارستان بودم بیشتر از یک ماه و داشتم فکر میکردم که این اتفاق داره میفته، من الان توی بیمارستانم 15 تا استخون شکستم، 2 تا از دندانمو شکستم، گردن و هزار یک دیگه، ضربه مغزی خیلی بدجوری داشتم و این اتفاق افتاد، ولی من هیچ وقت فکر نمیکردم که من تصادف خواهم کرد، فکر کردم تصادف برای بقیه است، ولی تصادف کردم. به همین صورت اگه اول کوتاه مدت نگاه میکنیم به این وسوسه ها و اون افرادی که میتونن بیان جای خالی شما رو پر بکنن، شاید فکر نکنیم که آخرش چی میشه، ولی بدونید که آخرش جای خوبی تمام نمیشه، جای تمام میشه که ما با هم دیگه دیدیم. خیلی از این جیغ و دادها و دعواها و حتی طلاقها شاید با صدای بلند نباشه ولی در دل باشه، شاید روی کاغذ و دولتی نباشه ولی در احساس و رابطه باشه، که طلاقها صورت میگیره در خانواده که خیلی بدتر اتفاقن. و کلام خدا در اول قرنتیان 10:12 میگه آن که گمان برد قائم است همان باخبر باشد که نیفتد. پس اگه شما خیلی مطمئنی که من کارم درسته، من هیچ وقت برام اتفاق نمیفته، کلام خدا میگه اتفاقا شما باید مواظب باشید، چون که برای شما خطر هست. پیمان عزیز میتونست یه جور دیگه از همون اول با این خانم برخورد بکنه و راه نده، در رو ببنده، گرچه دلش میخواست، گرچه دوستش داشت، ولی یه جور دیگه عکس العمل نشون بده. چطوری؟ میتونیم با هم دیگه نگاه بکنیم. آقا تو کجایی اصلا پیدات نیست؟ یعنی شما رفتی که دیگه با ما زنگ بزنی دیگه؟ من نیستم با خودت. نه عزیزم، شما داری سفسطه میکنی، من میدونم شما اومدی اینجا با ما تخته بازی کردی باختی، الان من تقلب کردم. آقا راستی اینی ما خیلی خوب باشه. آقا هرچی شما بگی. شما این کامپیوتراتون رو کجا میدین درست میکنی؟ آره بابا بیچاره کرده منو. آره نه بابا همه این کارا رو کردم. نمیدونی خب هر روز نیما جون یه لحظه گوشی. بله ببخشید یه سوال دارم. ببین اینجا این عددا رو میبینی؟ اینجا زده 13,000 ولی این آخریه زده 15,500. من توی محاسبه آخر کدوم یکی رو بعد؟ خب اینا بعد بردارین دیگه، تاریخاشون اگه ببینین این ماه مال قبله، این مال این ماه. آها از رو تاریخ ها باید بفهمم. اوکی خب الو. آره خب قیمت خوب میگیره؟ برای اینکه ما همه کامپیوترمون مشکل داره. نیما جون یه لحظه گوشی میگم، چون یه سر اینجا رو متوجه نمیشم. میخوای گوشی رو قطع کنین؟ چون سالون اصلا میدونی چیه؟ میخوای گوشی رو قطع کنی یه دقیقه بریم اینجا سر کوچه یه کافی شاپ هست، با هم یه قهوه‌ای هم میخوریم، من این سوالام هم میپرسم. شما مثل از خستگی در میاد دیگه، نه قهوه‌ای اینجاست. مرسی ولی باید به کارم برسم من. اوکی ای سوالی داشتیم بپرسیم؟ باشه حالا بس بعدن سر فرصت. مرسی. الو. آره نه هیچی بذار بعدم بهت زنگ بزنم. خداحافظ. الو کتی خوبی؟ هیچی، فقط خواستم بگم که خیلی خوشحالم که امشب با تو و بچه ها داریم میریم بیرون. آره یه چیز دیگه هم خواستم بهت بگم، من خیلی ناراحتم که دیگه اوضاعمون مثل قدیم نیست. خیلی به اون روزا که خوشحال تر بودیم فکر میکنم. همش هم نگرانم یه اتفاقی بیفته بخواد همین چیزی هم که داریم ازمون بگیره.
آره خوبه که گفتی، واقعا منم دیگه خسته شدم از این کشمکشا دیگه. اصلا یه چند وقت همینطوری هی زندگیمون اصلا ریخته به هم، مثل قبل نیستیم. فقط دلم خواست بهت زودتر اینو بگم. ببین من حاضرم برای خوشحال کردن تو و بچه‌ها هر کاری بکنم، حتی بریم پیش مشاور. خیلی خوبه که تصمیم گرفتیم که بخوایم روش کار بکنیم. خب امروز برم یه سری نگاه بکنم آنلاین، ببینم مثلا یه مشاوره خوبی چیزی پیدا میکنم که بتونیم رو رابطمون کار بکنیم. خیلی خوب میشه، بچه هم کلی ذوق دارن، پس برای بستنی میبینیم تو با هم حرف میزنیم. باشه پس میبینم. باشه خدافظ. دوستان عزیز، خیلی وقتا مشکلات زناشویی شاید با یه تلفن حل نشه، شاید با یک مشاوره حل نشه، شاید 10 تا 20 تا 30 تا مشاور و هزار چیز دیگه میخواد، ولی چرا که نه، بیایید دنبالش رو بگیریم و حلش بکنیم، چون که این هست اراده خداوند و آخرش میتونه مثل صحنه باشه که الان با هم دیگه میبینیم. ولی قبل از این من شما رو به دستان خداوند میسپارم و از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. سلام، احوال شما؟ سلام عزیزم، خسته نباشی. خوبی؟ مرسی پیمان، خیلی خوب شد زنگ زدی. اصلا از وقت زنگ زدی حالم خیلی بهتر شد. بچه هم کلی خوشحالن که میخوایم بریم. حالا منم خیلی بهتره. آره میشه. از اون بیشتر خوشحالم داریم میریم بستنی بخوریم. بریم دیگه، ما که آماده ایم. بریم. بذار من لباسم عوض کنم. نه بابا همینطوری خوبه، خیلی خوشگلی. آره بابا بریم.